اگر خودتون، پدرتون، پدر بزرگتون حدوداً سن 45-50 سال هستین یا اینکه نه دچار تورم پروستات شدین، حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه، لبتون خندون باشه و همیشه سالم و تندرست باشه. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با پروستات صحبت بکنیم. میخوام بهت یه سری مواد غذایی، یه سری دارو بهت پیشنهاد بدم، بهت بگم که چه میوه‌هایی برای پروستات مناسبه و چه روش‌های درمانی برای پروستات وجود داره. حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. خب حتما اسم پروستات رو شنیدی. پروستات یه غده‌ایه که در زیر مثانه آقایون قرار داره. اندازش حدوداً اندازه یه گردوه. تو افرادی بین 20 تا 40 سال دارن حدوداً 30 گرمه. از زمان بچگی تو بدن آقایون وجود داره. هرچی که سنشون میگذره و به زمان بلوغ نزدیک میشن و صفات ثانویه بروز میکنه، کارکرد اون بیشتر میشه. حدوداً 40% مایع منی رو ترشحات پروستات تشکیل میدن. پس خیلی مهمه که پروستات کارکرد مناسبی داشته باشه. وقتی که یک سری اسپرم تصمیم میگیرن که سفر خودشونو برای رسیدن به تخمک آغاز بکنن، این پروستاته که یک توشه راهی برای این اسپرما فراهم میکنه. یک سری مواد قلیایی، یک سری مواد معدنی که تو این مسیر از اونا استفاده بکنن. چون که پی‌اچ واژن خانوم ها اسیدیته است، پی‌اچشون پایینه و باعث میشه که اسپرما دفرمه بشن و از بین برن. پس ترشحات پروستات برای رسیدن به تخمک خیلی ضروری و خیلی مهمه. و رنگ شیری اون مایع منی شما رو این ترشحات پروستاته که تشکیل میده. از 5 لوب تشکیل شده. لوبهای میانی، لوب فوقانی، لوبهای خلفی و خارجی. اگر قسمت میانی اون دچار هایپرپلازی یا هایپرتروفی بشن، بزرگ بشن، اصطلاحاً پروستات ما خوشقیمه. اما اگر سایر لوبها دچار مشکل بشن، میتونه باعث ایجاد پروستات بدخیم بشه. یک تفاوتی که بین ما، یعنی بین آقایون و خانم ها وجود داره، اینه که قسمت انزالی و ادراری در آقایون یک مجراست، از یک مجرا خارج میشه. ولی خب قسمت ادراری و انزالی در خانم ها متفاوته. یعنی ما یک پیشابراه ادراری داریم و یک واژن داریم. چرا اینو گفتم؟ ببین، وقتی که یکی دچار التهاب پروستات میشه، دچار بزرگی پروستات میشه، این میتونه هم قسمت ادراری و هم انزال اون رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی چی؟ یعنی میتونه هم دچار سوزش ادرار بشه، تکرر ادرار بشه، ادرار قطره قطره داشته باشه، مدام احساس پر بودن مثانه داشته باشه، خب، و هم میتونه انزال و نعوز اون رو دچار مشکل بکنه. پس خیلی مهمه اگر شما دچار التهاب پروستات شدین، حتما اون رو درمان بکنید. چون هم ادرار شما و هم انزال شما دچار مشکل شده دیگه. از نشونه های دیگه اون میتونیم به درد لگن اشاره بکنیم. یعنی کسی که دچار التهاب پروستات میشه میتونه لگنش درد بگیره. قسمت داخلی کشالی رانش دچار سنگینی میشه. این قسمت های پهلو و قسمت های کنارش وقتی که دست میزنی تندرنس داریم ما، یعنی دست میزنیم لمس میکنیم، دچار درد میشه. اینا همه نشونه های التهاب پروستاته و بایستی که به پزشک مراجعه بکنیم. اما علت‌های اون چیه؟ قبل از اینکه علت اون رو بهت بگم، اگر تا اینجای ویدیو ما رو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب بزن، زنگوله کنارش هم فعال بکن تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر بشی. خب یکی از علت‌های اون چاقیه. ببین، چاقی ریسک فاکتور خیلی از بیماری‌ها میتونه باشه، مثل دیابت، کلسترول، پرفشاری خون، از جمله پروستات. پس اگر شما دچار التهاب پروستات شدی و وزنت هم بالاست، بایستی که وزنت رو کنترل بکنی و وزنت به مقدار ایدال خودش برسه. این خیلی میتونه تو روند درمان بیماری به ما کمک بکنه. علت دیگه اون میتونه خودارضایی یا ارتباط جنسی زیاد باشه. یک قانونی وجود داره و اون اینه که وقتی که شما از یک عضوی زیاد کار بکشی، عمر مفیدش کم میشه، اون عضو مستهلک میشه. پس یکی دیگه از علتهای اون میتونه رابطه جنسی زیاد و خودارضایی باشه. وقتی که شما زیاد خودارضایی میکنی، زیاد رابطه جنسی داری، خب این باعث میشه که ترشحات پروستات شما زیاد باشه، پروستات زیاد کار بکنه و همین باعث التهاب پروستات میشه. نکته بعدی اینه که شما ادرارتو مدام نگه داری، حتی تو شبانه روز، به خصوص تو شبانه روز که سختت بری دستشویی و ادرارتو تخلیه بکنی. این یکی دیگه از علتهای پروستات میتونه باشه. یکی دیگه از علتهای پروستات کم تحرکیه. خب شنیدین که میگن هرچی سن میره بالاتر، ریسک ابتلا به پروستات بیشتر میشه. خب یکی از علتهای اون اینه که وقتی سن میره بالا، ما تحرکمون کمتر میشه. وقتی که تحرک کمتر بشه، خون رسانی داخل بدن ما، داخل اندام تحتانی ما کمتر میشه و همین موضوع میتونه شرایط رو برای پروستات مهیا بکنه.
پس اینها میتونن علتهای پروستات باشن، علتهای شایع پروستات باشن. اما خب راه درمان اون چیه؟ وقتی که شما این علائمو داری و پزشک مراجعه میکنی، پزشک یک سری معاینات و یک سری آزمایشو برای شما انجام میده. یکی از معاینات اون معاینات فیزیکیه. شما روی تخت میخوابی، دراز میکشی، این زانواتو میاری به سینت نزدیک میکنی و مثل یک جنین روی تخت دراز میکشی. پزشک از راه مقعد پروستات شما رو لمس میکنه و از این راه میتونه شما رو معاینه بکنه. در کنار این معمولاً یک آزمایش رو برای شما می‌نویسن که آنتیژن پروستات رو بررسی می‌کنن، که آنتیژن پروستات همون PSA. اگر مقدار آنتیژن PSA داخل سرم خونی شما زیاد باشه، این به نفع التهاب پروستات و سرطان پروستات می‌تونه باشه، که بایستی که حالا در کنار اون آزمایش تکمیلی هم انجام بشه. خب PSA چیه؟ ببین، وقتی که شما دچار انزال می‌شی، اون انزال شما داخلش یک سری آنتیژن‌های پروستاتی وجود داره و یک کمی از اون وارد سرم خونی میشه. اگر مقدار اون داخل سرم خونی شما از مقدار نرمال بیشتر بشه، این باعث میشه که پزشک ذهنشو ببره به سمتی که شما دچار تورم پروستات یا سرطان پروستات شدید. راه درمان‌های اون چیه؟ یکی از قرصایی که واسه التهاب پروستات استفاده میشه تامسولوسینه. تامسولوسین چیکار میکنه؟ میاد اون قسمت عضلانی پروستات رو شل میکنه و باعث میشه که اون مثانه شما راحتتر تخلیه بشه. اما یه سری عوارض میتونه برای شما داشته باشه، مثل اینکه شما فشار خونت کاهش پیدا میکنه یا انزال رتروگرید میتونی داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخواید دچار انزال بشی، به جایی که مایع منیت خارج بشه به داخل مثانه برگشت داده میشه. ولی خب نسبت به قرصهای دیگه عوارض کمتری داره. یکی دیگه از قرصها قرص فینستراید که برای تورم پروستات استفاده میشه. معمولا تو کسایی که پروستاتشون بیشتر از 40 گرمه یا اینکه مقدار PSA اونها، یعنی آنتیژن پروستاتی اونها، بیشتر از 1.5 باشه استفاده میشه و تو دوره 6 ماهه اون آنتیژن پروستاتی رو به مقدار حدودا 50% کاهش میده. قرص فینستراید رو کسایی که ریزش مو دارن، ریزش مو ژنتیکی دارن، شاید اسمش رو شنیده باشن. معمولا پزشکا تجویز میکنن. خب اینها دارویی بود که معمولا پزشکا از اونها استفاده میکنن. اما خب من این ویدیو رو درست کردم که در کنار اون روش‌های درمانی دیگر رو برات بگم که مکمل این روش‌ها و این قرص‌ها باشه. یکی از اونها ورزش مداومه. شما بایستی که ورزش مداوم داشته باشی، به خصوص قسمت‌های تحتانی شما، یعنی پیاده روی بکنی، کوهنوردی بکنی، دوچرخه‌سواری بکنی، نرمش‌هایی انجام بدی که عضلات گلوتال و عضلات ران شما تقویت بشن. شاید بگی که خب ما مدام سر کاری، مدام پشت میز میشینیم. اشکال نداره. اگر مدام پشت میز هم میشینی، میتونی که پاتو قشنگ کش بدی به این صورت و بیاری عقب. همین کار میتونه خیلی کمک بکنه به روند درمان توی تورم پروستات. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که شما بیایستی بیاین و تستوسترون خودتون رو کاهش بدین. چون افرادی که دچار تورم پروستات میشن معمولاً تستوسترون خیلی زیادی دارن. خب استفاده از قرصهای هورمونی رو ما زیاد توصیه نمی‌کنیم. یکی از روش‌هایی که وجود داره اینه که بیایم از یک سری زمات‌ها استفاده بکنیم. ببین، تستوسترون‌ها سلول‌های بینابینی ترشح می‌کنن. خب سلول‌های بینابینی تحت اثر یک هورمون هم به اسم هورمون LH که از هیپوفیز داره ترشح میشه. خب ما میایم یک زمایدی رو درست میکنیم، روی سرمون میذاریم هفتگی و این باعث میشه که هورمون LH کنترل بشه و در نتیجه این تستوسترون کمتر ترشح میشه. استفاده از چی؟ استفاده از مورد، صدر و پودر جو. همه اینا رو میتونی با هم ترکیب بکنی، یه زرده تخور بهش بزنی و روی سرت بذاری 5-6 ساعت بمونه هر هفته. این میتونه مقدار تستوسترون شما رو کنترل بکنه. یکی دیگه از مواردی که میتونه روی پروستات شما اثر خیلی خوبی داشته باشه و باعث بهبودی شما بشه، استفاده از ریشه گزنه، تخم کدو و آلوه. شما میتونه آلو هم به صورت خوراکی، به صورت منفرد استفاده بکنی، هم داخل غذاها. اینها باعث میشن که التهاب پروستات کاهش پیدا بکنه و خیلی روی روند بهبودی شما اثر خوبی داره. استفاده از فرنی آرد جو یا خود سوپ جو خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. داخلش میتونی از تخم گشنیز هم استفاده بکنی. تو میوه ها هم استفاده از انبه، آناناس، سیب درختی و کیوی میتونه برای شما خیلی مفید باشه. یک ترکیبی وجود داره که این ترکیب میتونه به التهاب پروستات شما خیلی کمک بکنه و اگر دچار حتی سرطان پروستات شده باشین تا حد اونو بهبود بده. ترکیباتشو بهت میگم، میتونی یادداشت بکنی و اونو درست بکنی و روزانه تا 2 هفته از اون استفاده بکنی. تخم خیار، تخم خربزه، بنفشه، تخم گرمک
و ریشه گزنه، پنیرک، خارخاسک و یک ذره تخم کدو هم میتونی بهش اضافه بکنی. همه اینا رو با هم ترکیب میکنی، میذاری میجوشه و به اون یه ذره عسل اضافه میکنی و روزانه یک استکان از اون استفاده میکنی. این برای تورم پروستات میتونه خیلی کارآمد باشه. پس اگر شما دچار تورم پروستات بودی، دچار سرطان پروستات بودی، در درجه اول به پزشکتون مراجعه میکنید، در درجه دوم میتونی از این مواردی که حالا بهتون گفتم در کنار اونها استفاده بکنی و میتونه برات خیلی مفید باشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو برات مفید بود، کارآمد بود، میتونی این ویدیو رو لایک بکنی و با دوستات به اشتراک بذاری. دو تا ویدیو رو هم اینجا بهت پیشنهاد میشه، میتونی اونا رو هم تماشا بکنی.